نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 12 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه فرمودند در رابطه تاریخ ولادت حضرت رسول از گذشته اختلاف وجود داشته است در و عامه روز 12 ربیع الاول را روز ولادت آن حضرت ذکر کردند، اما در روایات اهل بیت علیهم السلام روز 17 ربیع الاول روز ولادت آن حضرت بیان گردیده است و البته در رابطه با تاریخ ولادت و شهادت سایر معصومین علیهم السلام نیز اختلاف هایی وجود دارد، لذا بر همین اساس مشهور میان عامه 12 ربیع الاول و مشهور میان شیعه 17 ربیع الاول روز ولادت حضرت رسول است. معظم الله با توصیه به همه مؤمنان اهم از مردان و زنان و به ویژه جوانان فرمودند توصیه من به همه شما التزام به قول رسول خدا صلی الله علیه و آله یعنی ملاک قرار دادن کتاب خدا و عترت و اهل بیت ایشان است و سومی ندارد، همان گونه که رسول خدا فرمودند عترتی اهل بیتی. من هم به همه شما تأکید می کنم که بر تلاش های خود به هر مقداری که توان دارید بیفزایید و تمام زندگی و فعالیت های خود را حول این محور متمرکز نموده و برای گسترش، ترویج و تعظیم کتاب خدا و عترت و اهل بیت اهتمام کنید و از خدای متعال می خواهم شما را در این مسیر حفظ نماید و از جمیع خطرات و گرفتاری های احتمالی نجات دهد. ایشان همچنین در ادامه فرمودند دشمنان و بدخواهان در طول تاریخ علیه اسلام و اهل بیت تمام تلاش خود را به کار بستند، اما تلاش های آنان نتیجه بخش نبوده و اسلام گسترش بیشتری یافت و اهل بیت علیهم السلام جایگاه والاتری پیدا کردند، همان گونه که امام حسین علیه السلام شهید شدند اما اسلام از بین نرفت بلکه جایگاه والاتر و قوی تری پیدا کرد، لذا بر همه مؤمنین لازم است که در روابط اجتماعی و تمامی امور زندگی خود در تبلیغ و گسترش معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام به مقداری که می توانند تلاش کنند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. ضابط ببینید اصل عام هست و استثناء همیشه و خیلی استثناءاته. بله بله. فبما رحمت من الله لنت لهم. اصل اونه که اونه که در پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه مثالهایی داره که بی نظیره در تاریخه، مگر امیر المؤمنین صلوات الله علیه که نفس رسول الله هستن، اگر نه در تاریخ بشر تا امروز بی نظیره. وقت خدا هم همجور مدح فرموده.